گلگشتی در گلها. امشب در گشت و گذار خود در برنامه گلها به دیدار زنی می رویم که باید او را گل سرسبد برنامه به شمار آورد. او با صدای لطیف و شیوه های ویژه اجرایی فضای کمابیش مردانه گلها را شکست و رنگ و بویی تازه و دلپذیر به آن بخشید. مرضیه گمان می کنیم نخستین زنی است که به برنامه گلها راه یافته و در کوتاه مدت جاذبه آن را دو چندان کرده است. نام مرضیه و بنان تا پایان کار در سطح خوانندگان گلها باقی ماند و دستاوردهای آنها هنوز از بهترین های موسیقی سنتی به حساب می آید. مرضیه در نخستین روز فروردین ماه 1303 خورشیدی در تهران زاده شد. پدرش در آغاز روحانی بود ولی نه کهنه اندیش و واپسگرا. روحانی واقع‌بینی بوده که وقتی سراب را به جای حقیقت دیده، لباس روحانیت را به دور افکنده و دختر را نیز بران داشته که در رشته ادبیات تحصیل کند. از سوی دیگر مادرش تار می نواخته و مدتی شاگرد درویش خان بوده. زن پدرش نیز با نواختن پیانو آشنا بوده است. با این همه سهم اصلی را در پرورش هنری او یکی از نزدیکان فرهیخته زن پدر به نام حشمت دفتر راد ادا کرده است. مرضیه به بساطت حشمت دفتر با استادان زمانه چون اسماعیل مهرتاش، ابوالحسن صبا، حسین تهرانی و عبدالله دوامی آشنا شده و از هر کدام چیزی آموخته است. در جمع فراگیری های او 7 سال به درازا کشیده و سرانجام در تابستان سال 1327 به توصیه محمود تاجبخش پای در رادیو ایران نهاده و آوازخوانی‌اش در زمانی که دلکش همه را مجذوب خود ساخته بود مورد پسند مسئولان رادیو قرار گرفته و گردونه شهرتش به راه افتاده است. مرضیه به زودی در رادیو نیز خیلی هنرمندان را به سوی خود جذب کرده. مجید وفادار، حبیب الله بدیعی، همایون خرم، علی تجویدی و پرویز یاحقی همه از حضور فعال زنی که میتواند آفریده‌هایشان را با صدای خود بپروراند احساس آسودگی خیال می‌کردند. بشنوید ای باد و باران، با شما همرازم اکنون، با شما دم سازم اکنون. مرضیه پیش از این در جایی گفته است اجرای بیش از 1000 قطعه موسیقی سنتی اعم از تصنیف و آواز را در پشتوانه دارد. البته همه آنها در برنامه گلها اجرا نشده، ولی بهترین های آنها را در همانجا میتوان پیدا کرد. بازخوانی تصنیف های دوره مشروطیت، عمدتا آفریده های شیدا و عارف، با بازسازی و تنظیم هنرمندانه از ارزش هایی است که مرضیه به برنامه گلها ارمغان کرده است. اگر صدا و شیوه اجرای او نمی بود، این تنظیم ها آنگونه که باید جلوه نمی کرد. و اما پس از انقلاب که دیگر نه از موسیقی نشانی باقی ماند و نه از گلها جای پایی، مرضیه نیز چون بسیاری دیگر از هنرمندان خسته و رنجور از خفقان جاری جلای وطن کرد و در پاریس اقامت گزید. او در مهاجرت نیز با وجود همه دشواری‌ها از موسیقی غافل نمانده، چند کنسرت بزرگ برگزار کرده و دیسک‌هایی از سرودها و ترانه‌های تازه خود را انتشار داده است. حمیدرضا طاهرزاده و محمد شمس همکاران نزدیک او در مهاجرت به شمار می‌روند. شوربختانه چندی پیش مرگ نابهنگام دختر مرضیه را که خود نیز بیمار است در هم شکست. همراه با عرض تسلیت و همدردی به یکی از بازخوانی‌های شیوای او از آفریده‌های شیدا با اجرای ارکستر گلها گوش می‌کنیم. باشد لعنت سویه
کشته